زینب، زینب کجایی؟ چند ساعته همه جا دارم دنبالت میگردم. اوزان جون اینجام دیگه. من اینجا رم گشتم. بی خیال عزیزم، بیا بریم اتاقمون. پس بالاخره همدیگر رو پیدا کردی؟ دیوونم میکنه، تو حیات بود. عامر دید بهم گفت تونستم پیداش کنم. چرا خبر ندادی زینب؟ خونتون اونقدر بزرگه که چی کار کنم؟ همینجوری اومدم قدم بزنم. بعدشم چون داخل خونه بودم فکر نکردم لازم باشه خبر بدم. قبول، ولی منم نگرانت میشم. خیلی خوب عزیزم، لازم نیست نگران باشی. زینب تو این خونه همیشه یه موضوعی هست که آدمو نگران کنه. دلم واسه تنگ میشه، چی کار کنم؟ میخوام جلوی چشمم باشی. میخوام وقتی دستمو دراز میکنم همیشه دم دستم باشی. اوزان خواهش میکنم، انقدر رو رفتم خسته شدم. خب بذار ماساژت بدم. من اگه یه دوش بگیرم حالم خیلی بهتر میشه اوزان. به نظرم تو هم میتونی یه فیلم قشنگ واسمون انتخاب کنی ها؟ خیلی کم مونده، خیلی کم. چه؟ کمال گوش بده، گوش بده. بیشتر از همه اینو فراموش میکنیم، تو صدای هم خفه میشیم، ولی این سکوت، اوکیا اجازه میدیم این سکوت ما رو تو خودش ببله. کمال داری منو میترسونی، یه چیزی شده. فردا اگه فردام چیزی پیدا نکنیم من بازم ادامه میدم. اوکیا انقدر تلاش میکنم تا بالاخره پیداش کنم. وقتی موفق شدم
اون موقع دیگه به حرف تو گوش نمیدم. نمیتونی جلومو بگیری اوکیا، چون خودمم نمیتونم جلوی خودمو بگیرم. دیگه صبرم تموم شده. اگه یه چیزی پیدا کنیم، یه چیزی پیدا کنیم که نشون بده اوزان بیگناهه، اون موقع تو باید وظیفتو انجام بدی، چون من دارم عوض میشم. هر چقدر به صدای قلبم گوش میدم صدام خفن میکنه، یه تاریکی قلبمو احاطه میکنه، تبدیل به یه آدم دیگه میشم اوکیا، دیگه خودمو نمیشناسم. کمال، از خودم و کارهایی که ممکنه بکنم میترسم. اون تاریکی مثل این سکوت آمرو میبلعه. اگه اون کار بده، این حسیم که تو دل منه تاریکیه. اوکیا، دارم با این میجنگم. میدونی چی این تاریکی رو روشن میکنه؟ چیزی که این تاریکی رو روشن میکنه نور صورت تو. روشنایی چهره تو. ولی چند وقت دیگه اینم کفایت نمیکنه. کافی نیست. اگه این مسئله حل نشه، یا من یا آمر مثل سکوت این شب تبدیل به سنگ قبر میشیم، مثل این. کمال، داری منو میترسونی؟ بترس، بترس اوکیا، چون منم میترسم، از خودم میترسم. تو زندگی تو رو بیشتر از هر چیزی دوست داشتم، بیشتر از هر چیزی، حتی بیشتر از خودم. ولی اگه فردا پشت قفلی که این کلید قراره بازش کنه چیزی باشه که منتظرشیم، اون موقع به ترسای تو گوش نمیدم اوکیا. خونوادتو، برادرتو، آمرو، همشونو زیر پا میذارم، همشونو. و تو هم باید با من بیای. باهات میام. هیچ کدومشون زنده نیستن. جالبه. خدا رحمتشون کنه. یه روز گلی چیزی ببریم سر خاکشون. من حتی نمیدونم کجا دفن شدن. من میدونم.
همه چی حله. خون خودم رو برداشتم، خون شما رو گذاشتم. بله آقا کمال، نتیجه آزمایشی که خواسته بودی مشخص شد. خب منفیه، هیچ گونه تطابقی با هم ندارن. راستشو گفتی طوفان، تو برادر عامر نیستی. نتیجه آزمایش رو در کمترین زمان ممکن آماده کردیم. نتیجه 99% دی ان ای تون با شخص مربوطه تطابق داره. قطعیه؟ بله، شما و طوفان کانر برادرید. کمال بجرم، دیگه دارم از دلشوره میمیرم. همش بازی عامر بوده، همش. بازی که میخواسته به کمک اون تو رو زندانی خودش کنه.
برادرم بیگناهه. ترکت میکنم دیگه، این ازدواج دروغی تموم شد. نمیتونی؟ خیلی خوبم میتونم. در ضمن تاوان این که زندگی هممونو با یه نقشه نابود کردی جداگانه پس میدی عامر کزجغلو. اوکیا نمیتونی؟ پس صبر کن، شاید صبر کمک کنه راحت تر درک کنی. نمیتونی چون اینا فقط یه بعد قضیه. واقعا خیلی پررویی. نه، دلم آتیش میگیره وقتی میبینم انقدر دلت میخواد بری. تو نه اومدن و بلد بودی نه رفتن و. ولی چیزی که در حال حاضر جالبه اینه که هر چه قدم دلت بخواد بری بازم نمیتونی. با وجود اینا؟ کجای این ویدیو نشون میده که من نقشه کشیدم؟ دیگه چی؟ لابد الانم میخوای دم از بیگناهی بزنی آمر. بیگناه نیستم، تو هم نیستی. سالها با اینکه میدونستی اوزان قاتله پنهون کردی. اوزانم بیگناه نیست، با اسلحه به دختره شلیک کرد، کشتش، ما هم خاکش کردی. آره من اوزانو مخفی کردم، شریک جون بودن خودم هم مخفی کردم، ولی تو هم مخفی کردم، خونوادت هم مخفی کردم. همین، چیز دیگه ای نیست. انتظار داری هنوزم حرفاتو باور کنم؟ چون که توی این فیلم همه چیز مشخصه آمر. رو تن دختره کیسه های خون جاگذاری میکنی، بعد کارن یه گلوله یلکی میده به دختره، بعدم تو با کارن میرین تو پذیرایی و منتظر حادثه میمونی. اگه این ویدیو هم نتونه ثابت کنه قضیه یه تلس، پس چی میتونه ثابت کنه؟ بیا یه کاری بکنی، تو قاضی بشو، من واسه توضیح بدم. منم این ویدیوها رو تازه دیدم، هممون الان بازیچه یه کارنی شدیم که مرده. من بیگناهم. شوهر کارنم به هم گفته بود که اوزان بیگناهه، کارنم فقط یکی از قربانیای توه. اوکیا تمرکز کن و به حرفای من گوش بده. تو اون فیلم من اسلحه رو نمیدم به لیندا، کارن میده. کیسه های خونو من نمیبینم. معاملهی که من تو پذیرایی با کارن داشتم قضیهش یه چیز دیگه بود. من فقط یه شب به برادرت هدیه دادم. بعدش چی شد؟ صدای شلیک بلند میشه و اوزان با یه اسلحه میاد بیرون و میگه من کشتم. به نظر تو هنوزم پیچیده است؟ این قصه برای تو پیچیدگی داره. کاملا مشخصه من کدوم طرفم. فقط یه واقعیت وجود داره، هرچند تو نمیخوای ببینی، ولی اوزان اون دختر رو کشت با همون اسلحه‌ای که میگی گلولش الکیه. حرفتو باور نمی کنم آمر، دختره تو اون قبر نیست، چون اوزان اون دختره رو نکشت. تو بهش پول دادی و ردش کردی رفت. حتی به احتمال زیاد سالها به کارنم پول دادی، بعدش که حد زدی همه چیزو به من میگه، کارنو هم کشتی. و تو هنوزم مردی رو که خودت میدونی به خاطر تو این کارا رو میکنه دوست نداری. اوکیا من دائم دارم بهت میگم که فقط من به درد تو میخورم. اگه نصف این اعتماد به نفس تو برادرت داشته باشه، فقط این ویدیوها نیستن که نابودت میکنن. معلومه تو یه حلقه آتیش گیر افتادی، یه طرف من، یه طرف کمال، یه طرف برادرت. پایان غم‌انگیز عقرب. اوکیا نمیتونی چیزی رو در مورد من ثابت کنی. آخرش برای اوزان بد میشه که این همه سال سعی کردیم ازش دفاع کنی. آمر دیگه بیشتر از این نمیخوام به حرفات گوش بدم. نکن، این کارو نکن. اگه با ویدیوهایی که دستتونه بری پیش پلیس، اوزان رو خرابتر میکنی. اوزان متهم میشه، هممون متهم میشیم، ولی برادرت به جرم قتل میفته زندان. آمر همش تهدید میکنی، ولی هیچ کدوم از اینا واقعیت نداره، چون قیافت اینو نمیگه. قیافت میگه آمر کزجغلو کارش تمومه. تموم. من تسلیم نمیشم. میبینی دیگه حرفاتو باور نمی کنم. برادر من بیگناهه. دیگه نمیتونی منو به زور تو این خونه پیش خودت نگه داری. افسانه اوزانینا کجا؟ رفتم بیرون.
باشه، تو یه چمدون کوچیک برام آماده کن، بعدن میام میبرم. هیچی آماده نمی کنی. اوکیا نمیتونی اینجوری بری. ولم کن. گفتم فایسا. برمیگردم که همه چیو به همه بگم. چه تو اینجا باشی چه نباشی، انتخاب با خودته. حتی بهتره از الان نقشه بکشی از کشور فرار کنی. من کاری نکردم که بخوام فرار کنم. ولم کن. در زم هر تاوانی لازم باشه پس میدم، مشکلی نیست. چقدر عالی. خب منم همینو میخوام. ولم کن. نمیذارم جایی بری. تو 5 سال و نیم از عمرمو به بهونه اینکه اوزان قاتله ازم دزدیدی. قاتله. اگه اینطوره پس ثابت کن. اگه زورت میرسه غیر ممکن رو ممکن کن. اینجوری جلوم دست و پا نزن، بی خودی یقمو نگیر، فقط ثابت کن. ثابت میکنم. زورت نمیرسه. کارت تموم عامر کزجغلو. زندگی تاریک 5 سال و نیمه ی اوکیام تموم شد. دیگه نمیتونی جلومو بگیری. آقا مصطفی در رو باز کن. گفتم باز کن. چی شد؟ تعریف میکنم، ولی قبلش از اینجا بریم. خوبی؟ عامر بازم تهدید میکنه با کشتن تو، با اوزان. تهدیدش تمومی نداره. پس الان میریم پیش پلیس. میگیم تهدیدمون میکنه، ازشون میخوایم مراقبمون باشن. قرار نیست با ترس حمله های عامر زندگی کنیم. بعدش؟ بعدش تو با خانوادت حرف میزنی و بعدم قضیه رو میذاریم کف دست پلیس. بله. اوکیا داره با کمال میره. چی؟ شنیدی دیگه، اوکیا داره میره و هیچی دستم نیست که بتونم جلوشو بگیرم. بابا یه فیلم از اون شب افتاده دستشون که نشون میده نقشه من بوده. عامر بابا تو داری تهدیدم میکنی یا آدمات؟ عامر پسرم چی داری میگی؟ چی میگی؟ تو فکرت به هم ریخته. خواهش میکنم آروم باش. مگه من میتونم با تو همچین کاری بکنم؟ اصلا چرا باید همچین کاری بکنم ها؟ من پدرتم، هیچ وقت کاری نمیکنم که تو رو تو درد سر بندازه و خسته و ناراحتت کنه. میکنی؟ تو برای این که بتونی منو تحت کنترل خودت بگیری هر کاری میکنی. اگه کار توه اون ویدیوها رو به هم بده. رو آلت قتلی که از بین بردی اثر انگشت اوزان هست. یه لحظه. گفتی آلت قتلی که از بین بردی یعنی اسلحه از بین رفته؟ عامر آروم باش، آروم باش. فقط یه جواب بهم بده. اوزان اون دختر رو کشته؟ آره. ولی هیچ مدرکی ندارم. همه چی دست اونیه که تهدیدم میکنه، همه چی. خیلی خنده داره، ولی همه امیدم به توه. به این که اون تهدیدا کار بابام باشه. ببین تو امروز هر جوری اوکیا رو پیشت نگه داشتی از این به بعدم نگهش میداری. آروم باش. تو خونه ای؟ کار دارم، میرم بیرون، بعد میبینمت. ببین گوش بده، تا وقتی من نیومدم هیچ کار چرت و پرتی نکن، خب؟ میخوام همه ی دنیا رو آتیش بزنم. میتونم همه چی رو با بنزین آتیش بزنم، ولی کبریت دستم نیست.
لعنتی اومدم اینجا، هم هر حرفی داری بزن. اول ازت میخوام یه چیزی رو کنترل کنی. اسلحه کجاست کزجو؟ اگه بیفتی دستم میکشمت. سگ عوضی تو کی هستی؟ تازه داریم با هم آشنا میشی. میخوام مراقب حرف زدنت باشی. یهودی دیدنم شکر. چقدر پول میخوای که اسلحه رو پس بدی؟ صبر کن، تازه دارم بازرگرمی میکنم. منظورم اینه که الان نه اسلحه‌ای در کار هست نه جنازه‌ای. اگر قرار باشه واقعیت رو ذره ذره نفرستم برای خانواده سزین، پس میفرستمش برای تو. میخوام میتونم هر چیزی رو که راجع به اون شب دستمه تیکه تیکه برات بفرستم. فکر کردی در مقابلش ثروت کوزوغلوه که جیبتو پر میکنه؟ میخوام. تمام شرایطو مهیا کردی که باور کنم به نفعم نیست، که قبول نکنم. منم همینجوری فکر میکردم. ببین چه زود با من را اومدی. عامر کوزوغلو تو مشتمی. تا وقتی من نگم تموم شد، تمام زندگی و خواسته هات وابسته به اینه که من چی بخوام. کوزوغلو، هر چیزی راجع به اون دختر به تو مربوطه، نه به اوزان سزین. میخوام یه گزارش بدم در مورد یه شخص گم شده، لیندا واتسون. آخرین جایی که دیده شده کلوپ بلورینگ نزدیکای ظهر. آخرین شخصی که باش دیده شده اوزان سزینه. میتونین آخرین تاریخی رو که دیده شده بگیم؟ 15 اکتبر 2010. بابا تو تهدیدم میکنی یا آدمات؟ تا وقتی من چیزی نگفتم کاری نکنین. این روزا خیلی جلب توجه میکنین. بله دخترم. بابا به مامان اوزانم زنگ زدم. باید تو خونه ببینمتون. میخوام حرف مهمی بهتون بگم. همه چی مرتبه؟ بهتر از این نمیشه. اوکیا، عامر داره کار همیشگیشو میکنه، سعی میکنه منحرفت کنه. ببین چه مدرکی دستمونه. مدرک بیگناهی برادرت دستمونه. پس چرا این حرفا رو میزنه؟ بلاف میزنه. هیچی دستش نیست. اگه این نقشه برملا بشه فقط یه نفر متهم میشه، اونم عامره. اول میریم تو و میگیم عامر داره تهدیدت میکنه. میگی تو میخوای طلاق بگیری، ولی اون تهدیدت میکنه که نمیتونی بری. کمال عامر 1000 تا آدم داره، نمیتونه همه رو با پول بخره. میخوام تمام لحظاتی که پیشم نیستی خیالم راحت باشه. یعنی همه چی داره تموم میشه؟ همه ی اسارتم، همه ی چیزایی که دست و پامو بستن تموم میشه؟ نوبت اونم میرسه، ولی اول باید برادرت رو راضی کنی. اگه خودشو به پلیس تحویل بده و همه چی رو اعتراف کنه، بعدش همه چی لو میره. همه چی، زندگی عامرم به هم میریزه. زود باش. Thank you.
راننده رو رد کن بره. همه چیو تعریف کن، همه چیو از اولش واسم تعریف کن. دست اوکیا یه چیزی هست که تعریف کن. قسمت های ناقص ویدیوهایی که تو ازم گرفتی دست اوکیا هست. تو ویدیوها چی هست؟ بابا واقعا نمیدونی؟ ببین میخوای جلوی اوکیا رو بگیری یا نه، برای همین دیگه به من شک نداشته باش و همه چیو با جزئیات تمام برام تعریف کن. تو هم باید کمکم کنی کسی رو که تهدیدم میکنه پیدا کنم، چون هر چیزی که لازممه دست اونه. خب بابا مطمئنی که کار طوفان نیست؟ طوفانی که با دلیل و مدرک برادرمه. آخش خیلی خوب شد اومدیم اینجا، همش تو خونه ای. من تو زندگی قبلی بیشتر میگشتم، این چه وضعیه؟ میشه حسابو بیارین؟ به این زودی میخواییم بریم؟ صدای اوکیا شبیه دکمه وضعیت اضطراری بود. به نظرم فوری باید بریم. یه چیزی رو نمیفهمم، نمیدونم چرا تو این مسئله خانوادگی من همش غریبم. ای بابا خدا میدونه باز چی شده، حتما باز قضیه عامره دیگه. میفهمم. میخوای با هم بریم مسافرت؟ از سر و صدای خونم فرار کنیم. صبر کن، فعلا سعی میکنم تو خونه برای خودم جا پیدا کنم. بذار از جا مطمئن بشم، بعدش میبینی چقدر بهمون خوش میگذره. الو اوزان جون، میای خونه مگه نه؟ آره مامان جون، من و زینب داریم راه میافتیم. تو میدونی قراره بابات بیاد یا نه؟ اوکیا بهم گفتش که به اونم زنگ میزنه. باشه باشه زیاد دیر نکن، خیلی کنجکاوم بدونم اوکیا چی میخواد بگه، نمیخوام به خاطر یکیتون منتظر بمونم. باشه. من پیشتم. میدونم اگه تو نبودی تو زندگی من کوچکترین کورسوی امیدی نبود. اگه روی زخمای قبلی رو باز نمی کردی، اگه اصرار نمی کردی، اگه یه ذره شک می کردی، من الان نمیتونستم اینجا باشم. همه چیو از اول شروع می کنیم، زندگیمونو هر جوری شده پس می گیریم، صحبامونو پس می گیریم. فقط سخته، می فهمی؟ اون ازدواج یه زندون بود که این همه سال توش گیر افتاده بودم. الان که یهوی آزاد شدم میترسم ضربه بخورم. نترس، سعی کن نترسی، تو فقط داری برای زندگیت میچنگی. تو هم سپهسالارمی. کاش فقط مجبور بودیم تو میدون جنگ بجنگیم، ولی ما تو ذهن یه آدم جنگیدیم، اونم تو ذهن یه شیطان. ولی الان تناب عقلش دست ماست، یکی اون تنابا رو داده دست ما، یکی که تهدیدش میکنه. ما باید بفهمیم متفقمون کیه. متفقمون؟ آره، باز داره کمکمون میکنه. دشمن آمر دوست ماه. خب وقتی پیداش کنیم چی میشه؟ هرچی دستشه بر علیه آمره. اگه بخوایم صدای آمر رو ببریم باید پیداش کنیم و راضیش کنیم. ولی اون کیه؟ با چیزایی که این اواخر فهمیدم همه چی فقط دست یه نفره، خواهر یا برادر آمر، همون دشمنیه که تهدیدش میکنه. وانمود نکن که چیزی نفهمیدی، همشو خیلی خوب فهمیدی. الان توانتو جمع کن، شکایت کردیم، نوبت حرف زدن با خانوادته. زود باش بجام. ببین در مورد طوفان کاملا مشخصه که یکی تو رو بد جوری به بازی گرفته. مواظب باش تو این تله نیفتی. اولا دوروبر کمال سوی داره نپلک، دوما بابا جون میخوام بد قلقی کنم، سختمه به حرفت گوش بدم.
اولا در مورد طوفان که ابدا شکی ندارم، چون نتیجه آزمایش خونی که با چشمای خودم دیدم ازش گرفتن دستمه. ثانیاً از کمالم فاصله نمیگیرم، بلکه میکشمش. اینجوری نمیتونی اوکیا رو نگه داری. در مورد کمال سویدره خودم هم یه چیزایی تو فکرم هست، ولی الان وقتش نیست. بابت همکاری ممنون قادر کوسوغلو. تو فقط کسیو که تهدیدم میکنه پیدا کن. من خودم میدونم باید چی کار بکنم. تو برو دنبال شک و شبهه های خودت، منم دنبال شک و شبهه های خودم. عامر کجا داری میری؟ برای اینکه سرعت اوکیا رو بیارم پایین یه چیزی رو بهشون یادآوری کردم، میرم تمومش کنم. یکم دیگه خبرش به گوش تو هم میرسه. اوزان یکم تو دردسر میفته. کی زنگ میزنه؟ خیلی باشه. باشه. بانی و کلاید ازم شکایت کردن. اوکیا و کمال؟ چرا؟ نکنه ویدیو رو دادن دست پلیس؟ نه، برای اون کار اول باید اوزان رو راضی کنه. الان محض احتیاط به جرم این که تهدیدشون میکنم ازم شکایت کردن. خیلی زیاده روی میکنن، خیلی. من که دارم بهت میگم، ولی تو فقط وقتی با چشمای خودت میبینی راضی میشی. بی خیال، حلش میکنم. تو الان به این چیزا فکر نکن، خب؟ و از کمال سویدره فاصله بگیر. ببین دیگه مجبورم ازش فاصله بگیرم، البته تو حرف. عامر ببین، پسرم مراقب خودت باش، این روزا فکرت خیلی مشغوله. بیشتر از همیشه، ولی من برای این روزا تربیت شدم. هیچ کس نمیتونه اوکیا رو ازم بگیره، این یه جنگه. فقط بعضی وقتا نزای آدم میفته، همین. ولی من هیچ وقت به شانس اعتماد نکردم، ازش استفاده کردم. الانم همین کارو میکنم.